درودی به گرمای مهراگین ماه مهر ایرانی بر شما هم میهنان ارجمندم در جای جای جهان به ویژه هم میهنان عزیز در مام میهن مشروع اخبار ایران و جهان را دیدید و شنیدید و همینک تا 15 دقیقه میزبان برنامه صفحه یک خواهید بود که همانند هر شب مروری است بر اهم مطالب منتشره روزنامه های امروز ایران در ایران فردا همگام با شما گذری بر پیشخانه نشریات شهر و نظری بر سرتیتر روزنامه ها با ما باشید به خانه باز خواهیم گشت <موسیقی> اظهارات باراک اوباما در سازمان ملل متحد تیتر مشترک بیشتر روزنامه های امروز ایران بود کیهان اوباما علیه ایران باز هم لاف گذاف زد جمهوری اسلامی به نقل از اوباما آمریکا به دنبال تغییر نظام در ایران نیست ابتکار با درجه تصویری از باراک اوباما تیتر زد ایران در کانون دیپلماسی نیویورک تیتر دوی ستون دوی صفحه یک ابتکار پرسشی بسته شد تلسم تعریف جرم سیاسی شکسته خواهد شد آرمان تیتر یک خود را با رو تیتر اظهار امیدواری اوباما در مورد حل مشکلات با ایران به اوباما اختصاص داد از سخنان روحانی خوشنود شدم در سو تیتر همین عنوان نوشته می شود اوباما 25 بار از ایران نام برد روزنامه اطلاعات از توافق وزرای امور خارجه ایران و انگلیس برای عادیسازی روابط دو کشور خبر داد حمایت ارگان سازمان زندانهای کشور تیتر زد استقبال واشنگتن از موازه تهران همین روزنامه در میان تیتری به نقل از رئیس دیوان عالی کشور چنین نوشت نرمش قهرمانان مبتنی بر اعتدال بنبست ندارد اقتصاد پویا به نقل از اوباما انرژی صلحآمیز هستهای حق مسلم ایرانیان است جهان صنعت دو تیتر موازی سیاسی و اقتصادی را در صفحه یک خود چنین آراست سیف خیال همه راحت کرد نمیگذاریم دلار پایین بیاید و روزنامه راه مردم شیوی وبا شایعه نیست اظهارات باراک اوباما در نخستین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با محوریت ایران و با کلامی ملایم تر از همیشه دیدارهای وزرای خارجه ایران و انگلستان تازه ترین اظهارات دلاری سیف رئیس بانک مرکزی ایران مبنی بر اینکه نمیگذاریم دلار ارزان شود ادامه گمان زنی ها از احتمال دیدار حسین اوباما و حسن روحانی علا رغم اعلام سخنگوی وزیر خارج مبنی بر عدم برنامه برای این دیدار حضو قمنگیز تیم ملی کاتای بانوان ایران از مسابقات جهانی علا رغم پیروزی چشمگیرشان از سایر کشورها صرفا به خاطر حجاب اسلامی اهم مطالبی بود که بیشتر روزنامه های امروز چهارشنبه سوم ماه مهر ایرانی به انتشار آن پرداخته بودند صفحه یک امشب را میگشاییم همانند هر شب با چکیده یادداشت نشریات خارجی و بررسی نگاه رسانه های جهان به ایران عطا مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد پیشین در نظام جمهوری اسلامی در دولت خاتمی که همینک مقیم لندن است با نوشتاری تحلیلی در از شرق یاد داشتی منتشر کرد که نوید از تصمیم تغییر آفرین شخص اول نظام جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی و داخلی میدهد این یادداشت که با عنوان نرمش قهرمانانه ایران امروز چهارشنبه منتشر شده بود به تحلیل و واکاوی سفر حسن روحانی به سازمان ملل و احتمال دیدارهای دو جانبه میان ایران و آمریکا می پرداخت مهاجرانی در آغاز این نوشتار چنین اشاره می کند برخی نشانه ها ظرف مدت اخیر بیانگر این است که ما به زودی چهره جدیدی از ایران خواهیم دید نه فقط به این دلیل که مردی که هولوکاست را نف می کرد رفته است بلکه به خاطر بروز بعضی تغییرات محسوس در ایران به عبارت دیگر به نظر می رسد که آیت الله علی خامنه ای تصمیم خود را برای تغییر شیوه حکومت و تصمیمگیری سیاسی در ایران گرفته است این کارگزار ارشد و پیشین نظام جمهوری اسلامی با برشمردن سه استراتژی به نظر نویسنده کم نظیر از علی خامنه ای در طی سه ماه اخیر می نویسد آیت الله خامنه ای به عنوان تصمیم گیرنده اصلی در ایران سه موضع اصلی داشت که به هیچ وجه مورد انتظار نبود نخست شب انتخابات از تمامی ایرانی ها از جمله کسانی که حکومت را قبول ندارند خواست تا برای کمک به کشورشان در انتخابات شرکت کنند وی گفت آنها مخالف حکومت هستند و زدیتی با کشورشان ندارند دوم آیت الله ای در جریان دیدارش با گروهی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران گفت که سپاه نباید در ارسه سیاسی فعالیت کرده یا از طریق تدابیر سیاسی از کشور دفاع کند و سوم خامنی به عنوان یک چهره استراتژیک گفت که ما باید در برخی مواقع با نرمش موزعگیری کنیم ولی این نرمش باید قهرمانانه باشد مهاجرانی در ادامه برآمد این روند را خوشایند سه دست از نیروهای سیاسی افراطی در سه کشور آمریکا اسرائیل و ایران نمیداند و معتقد است که تنروهای ایران لابی های افراطی در آمریکا و رادیکال های اسرائیل از جمله مخالفین این تحول و تغییر ساختاری در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. <applause> چکیده ی چند سرمقاله، عمده سرمقاله های روزنامه های امروز ایران به حوزه سیاست خارجی و مباحث روز یعنی حضور حسن روحانی و ظریف در سازمان ملل و بررسی نشانه های احتمالی احیای ارتباط ایران و آمریکا و همچنین نشست آتی گروه پنج به علاوه یک با حضور جان کری و محمد جواد ظریف در خصوص مسائل انرژی هستهای نوشته شده بود روزنامه کیهان که دیدگاه های رهبری نظام فقهی موسوم به جمهوری اسلامی را منعکس می کند در یادداشت روز خود با عنوان برنده این صحنه کیست اشاره می کند که جنجال های رسانه ای در خصوص دیدارهای احتمالی روحانی و اوباما نباید دامن زده شود چرا که وقتی از سوی نویسندگان داخل کشور این میزان زوغ ابراز می شود نشانگر ضعف جمهوری اسلامی در برابر فشار و تحریم ها تلقی خواهد شد مروری کوتاه بر چند خبر کوتاه منتشر در روزنامه های مختلف امروز ایران سرپرست وزارت علوم خبر از بازگشت به تحصیل چهل دانشجوی ستاردار داد توفیقی گفت افرادی که تا سال 90 مشکل تحصیلی داشتند برطرف شد و برای ادامه تحصیل به دانشگاه ها معرفی شدند خبر دیگران که رفتن احمدی مقدم و رادان از فرماندهی نیرو انتظامی تکذیب شد سردار احمدی مقدم انتشار خبرهایی درباره رفتن خودش از ناجا و یا تغییر سردار رادان از سمت جانشینی فرماندهی ناجا را تکذیب کرد و گفت این زمزمه ها شایع است و آنها هیچ جا نمی روند. و دست آخر روزنامه دست راستی کیهان در ستون اخبار ویژه خبری با عنوانی نسبتاً تعن در انتقاد به گرانی های انرژی در ایران نوشت چیزی نیست اصلاح تعرفه هست کیهان می نویسد مسئولان دولتی با شیکسازی واجه ها در حال گران کردن قیمت برخی خدمات و کالاها هستند اما نام آن را اصلاح تعرفه می گذارند. کالاها و خدمات دولتی همچون تعرفه آب، برق و گاز در هفته اخیر گران شدند اما دولتی ها تلاش دارند از بکار بردن واجه گرانی که برخلاف وعده های آنهاست خودداری کنند و صفحه یک امشب را با یک گزارش ویژه از هواشی حضور رؤسای کشورهای جهان در سازمان ملل متحد به پایان میبریم گزارشی در مجله مهر منتشر شده بود که کارهای کمتر متعارف و عجیب و غریب و تا حدودی دور از انتظار سیاستمداران جهانی را در سازمان ملل بررسی می‌کرد. اجلاس سال 1960 یعنی حدود 53 سال پیش ترین اجلاس این نهاد جهانی بود چرا که اوج جنگ سرد بین رهبران به شرق و غرب بود و جنجال های مستمر در سازمان ملل بیشتر مجال جولان گرفته بود سخنرانی طولانی فیدل کاسترو معمر قذافی و کفش های خروشچوف و محمد علی رجایی و میکروفون در دهان اقاب مهمترین نمونه های این کارهای عجیب هست در سال 1960 هنری کابوت لاج سفیر آمریکا در سازمان ملل تندیسی را که انجمن دوستی آمریکا و شوروی به سفارت آمریکا هدیه داده بود روی میز سخنرانیش گذاشت و آرام با یک موچین میکروفونی را از منقار عقابی که روی تندیس طراحی شده بود بیرون میکشد تا نشان دهد شوروی در سفارت آنها جاسوسی میکند. مورد دیگر از ایران بود. رجایی اولین رئیس جمهوری ایران بود که 26 مهر سال 59 در رأس یک هیئت ایرانی آزم نیویورک شد. حضور او در سازمان ملل مقارن با جنگ عراق و ایران بود و ایشان از این فرصت استفاده کرد تا از نظام سیاسی پیش از سال 57 در خصوص تنبیهات احتمالی در مدیریت سیاسی اصر پهلوی علیه شورشیان اسلامی انتقاد کند. و اما ماجرای کفش خروشوف در سازمان ملل چه بود؟ در همان سالی که هنری کابوت میکروفون را از منقار اقاب بیرون می کشید نیکیتا خروشوف رهبر شوروی در سخنرانی خود رهبران کشورهای بزرگ سرمایه داری را به شدت مورد حمله قرار داد و داک کامرشول دبیر کل سازمان ملل متحد وقت را دست نشانده آمریکا معرفی می کند. وقتی هم همه اعضای هیئت نمایندگی فیلیپین در انتقاد سیاست های شوروی در اروپای شرقی بلند می شود خروشچف کفش خود را از پای کنده و محکم روی تریبون مجمع عمومی سازمان ملل می کوبد تا آنها را ساکت کند و اما طولانی ترین سخنرانی که آن هم در سال 1960 به وقوع پیوسته بود در این اجلاس بود که فیدل کاسترو رهبر سابق کوبا طولانی ترین سخنرانی طول تاریخ سازمان ملل را ایراد کرد او در یک سخنرانی چهار ساعت و نیمه سخنان تندی علیه جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا و سیاست های آمریکا ایراد کرد و اما داستان معمر قذافی و چادرنشینی جای هتل و پاره کردن منشور ملل متحد معمر قذافی رهبر سابق لیبی در سال 2009 پس از چهار دهه حضور بر مسند قدرت در 64 مین مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد حضور او در این اجلاس نکات جالب توجهی داشت او قصد داشت به جای حضور در هتل های آمریکا در نیویورک چادر برپا کند که اجازه این کار را به وی ندادند در سحن علنی سازمان ملل وی پس از سخنان اوباما با عنوان شاه شاهان برای حضور در پشت تریبون سخنرانی فراخوانده شد این سخنرانی از دو جهت قابل توجه بود هم از آن جهتی که او قرار بود 15 دقیقه سخنرانی کند و سخنرانیش را یک ساعت و نیم طول داد و هم از آن جهت که در جریان سخنرانیش نسخه از منشور سازمان ملل را پاره کرد و شورای امنیت را شورای ترور و وحشت خوانده بود این اقدام وی واکنش های مختلفی را در پی داشت از جمله اینکه گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در ابتدای سخنرانیش اظهار کرد من برای دفاع از منشور سازمان ملل اینجا آمدم و نه برای پاره کردن آن تا درودی دوباره و شامگاه دیگر در ایران فردا بامداد روشن ಬೆದರು